دی شیخ با چراغ همی گرد شهر کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زن همراهان سوست عناصر دلم گریف شیر خدا و رستم دستانم آرزوست انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی سيدنا محمد و علی آله و اصحاب اجمعین با عرض سلام و ادب و احترام و ارادت محضر شما بینندگان و شنوندگان محترم برنامه نوبتی معراج انسان از رادیو و تلویزیون جهانی معراج بسیار خوشحال هستم و مایه فخر است که با تهیه و پخش این برنامه نوبتی در خدمت شما عزیزان صاحب دل قرار دارم امیدوار هستم که شادمان باشیم امیدوار هستم که لباس عافیت بتن داشته باشیم ایام با کام باشه و قرعه فال هم به نام شما عزیزان در این برنامه نوبتی ما پیرامون یکی از صفات انسانی که میتونه صفت مثبت باشه خوب باشه و یا که صفت بد و منفی باشه صحبت میکنم پیرامون رقابت سالم و ناسالم صحبت میکنم به این منو که انسان گاهی میتونه که با رقابت سالم شهپر پیدا کنه پرواز بکنه به اوج اهداف برسه و گاه گاهی هم انسان میتونه با رقابت های ناسالم و هم چشمی ها خود به پرتگاه و به تحلوکه و به یک عالم خطر مواجه بسازه عزیزان از او جایی که انسان نماینده خدا در پهنای زمین هست و این انسان با قدرت و توانمندی فوق العاده آفریده شده و تمام عناصر جهان به عنوان خدمتگزاران و خدمتگاران هست. این نماینده و خلیفه و مهمان خاص خدا خلق شدند این انسان از توانمندی قدرت و ظرفیتی که برخوردار هست فطرتا این انسان علاقمند است به درخشش و تبارز و موفقیت های بسیار بزرگ به این معنا که انسان میخواهه که همواره تبارز داشته باشه درخشش داشته باشه تابندگی و بالندگی داشته باشه و همواره در تمام میادین زندگی با موفقیت همراه و همرکاب باشه در وجود هر انسان هم قوه رحمانی هست و هم قوه چی شیطانی انسانی که با رعایت مندرجات شریعت متحر پیامبر جمشان اسلام چی میکنه زندگی میکنه حرکت میکنه تلاش میکنه مشخص است که ای فرماندار از ای و به قول مرو قماندان ازی و امو کسی که برای امر میکنه عقل و شعور ازی این انسان مشخص است که با قوه رحمانی مسلح شده و به جنگ ظلمت جنگ میره با زیور و انمو صلاح چی نوری که داره اما انسان هایی که اینها هم عقل و شعور خوده تابع نفس ساختند نفس اماره که پایگاه خود شیطان است این انسان مشخص است که قوه شیطانی در وجود ازی جایگاه پیدا کرده و همواره این موتی و فرمانبردار خود انیموچی هست نفس خود اماره هست و نمایندگی از شیطان میکنه رقابت هم میتونه که سالم باشه و هم میتونه که ناسالم باشه پیشتر گفتیم اگر بر مبنای عقل و شعور انسانی کار ما، فعالیت ما، پندار ما، رفتار ما و گفتار ما منطبق بود و همراه و همرکاب بود این رقابت رقابت سالم است اما اگر بر مبنای نفس نفس اماره ام ما حرکت کردیم مشخص است که با رقابت سالم همراه هستیم همرکاب هستیم و زمام اختیار ما به دست شیطان است که شیطان هم قسم یاد کرده به با بارگاه رب العزت که این انسان که نماینده خداست باید گمراه بشه و این انسان به پرتگاه و با چاهای علم خطرناک خود زندگی باید چی بشه قرق بشه اینجاست که رقابت سالم انگیزه بخش است برای حرکت خوب انسان به سمت اهداف و موافقت را می میکنه و برعکس رقابت ناسالم همچشمی های ناسالم ضمن از که انگیزه نمیده حرکت را تضمین نمیکنه انسان را با ناکامی ها و با شکست ها و با بدبختی ها و بدنامی ها مواجه میسازه و مقابل میسازه عزیزان رقیب از جمله اسماء الله است رقیب نام خداوند هست چی منا؟ نگهبان و مراقب و بنده ما وقت خدای داریم این خدا آنقدر عظیم است آنقدر مهربان است که یکی از جمله صفات خداوند و اسمای خداوند چی هست رقیب چی منا؟ نگهبان من و انسانه که به عنوان نماینده و خلیفی از هستیم مشروط بر ای که ما متمسک باشیم به با امر الهی اگر متمسک بودیم اگر خداخوان و خدادان بودیم این خداوند که نام ازی و صفت ازی رقیب است از من نگهبانی میکنه و اما اگر دورگردی کردیم خداوند امو صفت و لطف رقیبی خدا یا نگهبانی خدا از من چی میکنه؟ دریق میکنه اینجاست که خداوند رقیب هر قدرت و توانمندی و زوری هست در روی دنیا هر بزرگی که در دنیا ادعای بزرگی میکنه هر انسان سرکش و متمردی که در دنیا چی میکنه سرکشی میکنه خداوند میگه من صفت من رقیب هست اسم من رقیب است من که در مقابل این قلدرها و در مقابل این قدرتمندها و در مقابل این خدا ها که ظلم میکنن من رقیب با اینا چی میکنم مبارزه میکنم در دنیا خداوند اینا اول خوب قدرت میده اینا بزرگ میکنه بعد از اینکه اینا رسوا کرد باز اینا از صفه روزگار هم مهوا میکنه و ای که در روز هشت در صف سیهریان اینا می ایستند و خداوند به اینا غذب میکنه و قهر میکنه او بس بس علی دست عزیزان صاحب دل اگر کسی تسلیم حضرت رقیب بشه که خداوند باشه اگر هر کس تسلیم خداوند شد هیچ کس توان رقابت با ای نداره چرا؟ چون تمام قدرت ها دست خداوند است و وقتی ما تسلیم حضرت رقیب شدیم خداوند از همی کانال بر ما چنان تجلی میکنه که گفته حضرت خوجا صاحب الهی هر که را خواهی براندازی با عبدالله دراندازی چرا چون عبدالله یعنی دوستان خدا اینا کسانی هستند که متمسک هستند به آقام الهی اینا کسانی هستند که وقتی به خدا نزدیک شدن خداوند هم از اینا نگهبانی میکنه و مراقبت میکنه هیچ کسی توان رقابت و همچشمیر با دوستان خدا ندارد مولانا میگه که تا دل مرد خدا نامد به درد تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قوم را خدا رسوا نکرد رسوایی قدرتمندان رسوایی ظالمان رسوایی کسانی که بر مردم ظلم میکنن با خاطر ازی است که اینها به دعای مردمان صاحب دل مواجه میشن و اینجاست که تکرار میکنیم پیر هرات میفرمند که الهی هر که را خواهی براندازی با عبدالله در پیانبر پیامبر اکرم که سالار سرخریان دنیا هستند و سرور سفیدریان محشر و بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر ای پیامبر که هزاران دعا و درود نصار روح بلند و عرشیانت باد چی مقبول میفرمایند میفرمایند که اگر هر انسان از خداوند که رقیب است خداوند که علیم است خداوند که قادر و مقتدر هست هر کس از خداوند بترسد بترسد و رعایت مندرجات احکام الهی را بنماید تمام دنیا از این انسان میترسند چرا چون خدا ترس هست و برعکس اگر انسان از خدا نترسید این انسان از هر چیز میترسد تکرار میکنیم حدیث پیامبر هر کس از خداوند ترسید خداوندی که علیم است و قادر است و رقیب است و عفو هر کس از خداوند ترس به دل داشت اعمال و گفتار و رفتار از بود منطبق بود بر رعایت شریعت مندرجات پیامبر و هر وقت خدا را خدارم حاضر و ناظر بر خود چی میدانه میدانه و ایمان داره و باور اگر اینگونه انسان حرکت کرد که از خدا ترسید و خدا ترس بود همه دنیا از این میترسند از تنتنه و از مجد و عظمت و جایگاهی در دنیا با این رقابت هم کردن نمیتونن و اگر این انسان خدا ترس نبود چون خدا ترس نیست ای بزدل هست ای بنده نفس و شیطان شده از هر کس میترسه چرا میترسه؟ چون از خدا نمیترسه اینجاست که با خدا باش پادشاهی کن بی حیا باش هرچی خواهی کن اگر رقابت ها در چارچوب اوامر الهی باشه مؤثر است و مفید بیایم که رقابت سالم داشته باشین چیزی که خدا بر ما گفته لیس لد انسان الا ما سعا تا میتونیم باز بعدا با به شما توضیح میدم که در کدام میادین میتونیم رقابت سالم داشته باشین هر حرکت ما هر گفتار و رفتار و پندار ما اگر با رعایت مندرجات چارچوب عوامر الهی بود هم مؤثر است و هم ماندگار و هم مفید در غیر از او اینا اونی است و زودگذر و زود هم محو شده و محو شده و شدنی و از بین رفتنی عزیزان وقت صفات انسان رحمانی میشه شیطان دیگه در وجود تصرف و تسلط دارد همه چیزی رحمانی میشه چشم ازی، گوش ازی، زبان ازی، دست ازی، قلب ازی و پا ازی به این منو که تجلیات انوار اسمایی و صفاتی حضرت حق بر این سالک و بر این انسان راستین چنان تجلی میکنه که گفتارم رحمانی رفتار هم رحمانی شنیدن هم رحمانی دیدن هم را هم. اینجا دیگه شیطان جایگاه پیدا کرده میتونه در جایی که نور باشه ظلمت اصلا چی میکنه فرار میکنه چون بس ما پیرامون خود رقابت و رقابت سالم و ناسالم هست و هم چشمی هست حضرت پیر هرات از منظر عرفان چی گفت بسیار بگوری میفرمایند میخواین که رقابت‌های های سالم و ناسالم را آینه داری بکنن پیر با معرفت هرات حضرت شیخ الاسلام عبدالله الانصاری الهیروی قدس سره سر العزیز که مردمان این زمان از وقت پیش میخواهند اگر مقدر شده که فردا برای داده باشه این کوشش میکنه که امروز به دست بیاره امکان نداره برای درخته که درختی که به برج جو، جوزا برای شما چی بده جوز بده به قول معروف برای شما انگور بده برای شما مثلا سیب بده با وقت معین که تعیین شده شما دیگه اگر از پیش بخوایم کمال حماقت است پیر هرات که مردمان این روزگار یا مردمان این زمان از وقت پیش میخواهند از اندازه بیش میخواهند حق دیگران را از آن خیش میخواهند چقدر اینا رقابت ناسالم دارند اول هر چیزی اینا داده شده اینا جلوتر میخوان چیکار بکنن به دست بیارن از او چیزی که مقدر شده بیشتر توقع دارند و حق دیگران از آن خیش بیدانن. از بس که این رقابت سالم دارن که اینها میخوان همه مردم به قوی معروف ببینند و ای چی باشه خود از این گردن کلفت باشه و کسی باشه که با خوردن حق دیگرا این برای اون مسند بزرگی دیگرا بشینه و بر دیگرا بزرگی خدا به نمایش بگذاره شناخت و معرفت خدا هدف خلقت ماست و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اینجا قرآن بر ما میگه که فست به قول خیرات در کار خیر که حضرت حافظ میگه حاجت استخاره نیست سبقت بجوییم رقابت سالم بکنیم در کار خیر اگر یک نفر مسجد ساخته شما مسجد بهتر بسازیم مکتب ساخته شما مکتب بهتر بسازیم راه ساخته راه بهتر بسازیم اگر او لسانس از شما کوشش کنیم که ماستری بگیریم اگر ماستری گرفته شما دکترا بگیریم اما فسته به گل خیرات به که هر کار بعد خیر از مد نظر گرفته بشه به این معنا که همه کارها و جریانها به عنوان اهداف نه بلکه به عنوان رسیدن به اهداف سطور که انسانی تلقی بشه و ما در کارهای خوب با همدگر مسابقه بدهیم مسابقه نیک ما باید با همت که داریم پیش کسوته انمو و رهبر انمو ایجاد نزدت های بزرگ و جریان های عالی در زندگی باشه بزرگانی که به مقصد رسیدن اگر عالم بودن اگر دانشمند بودن شاعر بودن هنرمند بودن زعیم شدن به هر جا اینا با همت عالی که پیامبر می خداوند همتای های عالی رو دوست دارد با همت عالی که داشتند اینا رهبران ایجاد نزدت های بزرگ شدن و پیش های جریان های که جهان وجود از چی میکنه افتخار میکنه اگر به تاریخ مراجعه بکنیم رقابت های سالم در طول تاریخ رقابت های سالم در طول تاریخ مردم باعث ترقی و پیشرفت آنها شده و رقابت های ناسالم باعث ورشکستگی و بربادی شده به هر جا رقابت سالم بوده جامعه به ترقی مواجه شده مردم با نامونشان زندگی کردن با آرامش زندگی کردن و کسانی که رقابت سالم هم داشتن نام اینان به اوراق زرین تاریخ نوشته شده و در جوامعی که رقابت های ناسالم بوده کشمکش است شکست است جنگ است بربریت است به هر جامعه که شما ناامنی میبینیم بدبختی میبینیم کشاکش میبینیم مسئله است که در اونجا رقابت ها ناسالم است بین تاجران ما بین ثروتمندان ما بین سیاسیون ما بین مردم که هستن که با ادعای کلانی دارن هر رقابت ها ناسالم شد تاثیرات در که مردم زندگی آرام و سالمی ندارند در من و روی خوشی را هم نخواهد دیدن نیکان پر افتخار ما در گذشته ها رقابت های سالم داشتند. و بدان بدکردار تاریخ ما ادار رقابت های ناسالم داشتن که اینها رسوا شدن و از صفحه روزگار هم نام از اینا محو شد اگر باقی ماند به با بدنامی باقی ماند ببینین فرعون ها شداد ها نمرود ها ظالم هایی که در طول تاریخ بودن به خاطر رقابت های ناسالم نام از اینا بر اوراق تاریخ خود تاریخ چی شده نوشته شده اما کسانی که پر افتخار بودن کسانی که هم ساز بودن کسانی که پر ارمغان بود زندگی از اینا با رقابت سالم اینا چنان کارهایی کردند که آبدات تاریخی ساختن، قنات هار ساختن، غرس نهال کردن، یادگارها ساختن، منار ساختن، کتاب نوشته کردن و به های مختلف. در همه میادین تکرار میکنیم اگر رقابت سالم بود، خدا راضی وجدان روزی، خود نفر به عنوان رهبر و کلان مطرح میشه، جامعه هم در آرامش. اگر رقابت ناسالم بود، خدا نارازی، وجدان نارازی، خود از این انسان شرمنده و جامعه هم به جنگ و شکست و بدبختی مواجه و درگیر. پیامبر اکرم در تخت مسجد نشسته بودند چون بس بس رقابت سالم هست و همتای عالی اعلان کردم که هر کس اگر کمک برای ما بیاره چون مجاهدین در جبهه ماسر شدند و به تنگلا قرار گرفتن ما کمک بعد برزنا بکنیم هر کس هر چی داره میتونه برای ما کمک بکنه به قدر وس و توان سیدنا حضرت عمر که پیامبر هن به خانه رفتن هر چی داشتن نصفه کردند هرچه چی داشتن آوردن و به تخت مسجد گذاشتن تنیا حبیب خدا هر چی بخانه داشتیم با شما نصف کردیم و آوردیم تقدیم شما که شما برای خود مجاهدین روان بکنیم بعد از دقایق سید حضرت صدیق اکبر خسرو پیامبر خلیفه اول مسلمانان با تمام دارایی که داشتن که اینا به کتف خود مو به صلاح جوانا بود آوردن و به تخت مسجد گذاشتن حتی برایتی که خود سیدون حضرت ابو ب... بکر صدیق میگن که از لیف خرما بر خود لنگ زده بودن به خاطر سطر عورت پیامبر گفتن یا صدیق اکبر چی کردی گفت آنچه که داشتیم آوردیم ان نبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم همون طریق که شما حبیب خدا است. هستید از نفس های ما از خود ما از پدر و مادر از همه چیز بر ما عزیزتر هستید پیام شما اینگونه گونه پیش شما عزیز است وقتی شما گفتید بیاورید آنچه که داشتیم ما خدمت شما آوردیم و بر شما تقدیم میکنیم ببینید به کجا میرسه رقابت سالم که حضرت عمر هر چه داشتن نصفه کردن اما ابو بکر صدیق نه بخاطر رقابت ناسالم اینا مقامات است که تلک رسول و فضل و بعد و ملابت وقت رسولان خدا یکی بر یکی دیگه فضلت و برتری داشته باشن صحابه پیامبر یکی بر یکی دیگه فضلت دارن برتری دارن اما از روی اخلاصی که داشتن اینا رقابت ناسالمی نداشتن عزیزان وقتی سعی بکنیم که اینها واقعا نام از اینا به عنوان الگوهای زندگی ما ثبت عناوین زرین تاریخ است ما هم میتونیم به اهداف تاریخی برسیم وقتی که ما مقلب این بزرگان باشیم چرا؟ چون تقلید از حق اصل از اساسات دین مبین اسلام است رقابت سالم یعنی توانمندی های خرد خرچ کردن با خاطر رسیدن به مو اهداف نیک و بزرگ که دارن هرگاه اهداف ما بزرگ بود توانمندی ها ظرفیت ها و, و وسایل که داریم اینار رو وقتی ما خرج میکنیم اینار رو ما با کار ببندیم به اطاف سطور انسانی میرسیم و این رقابت سالم است اما اگر برعکس بود مشخص است که اهدافم نیک نیست به هدفم شاید برسیم اگر نرسیم برسیم یا نرسیم ما گمراه هستیم اما در راه رقابت سالم برسیم یا نرسیم ما به راه هستیم و مقبول بارگاه حضرت رب العزت پیامبر اکرم میفرمایند که انما معلما و ان ما بوست و لئو مکارم اخلاق. ما به عنوان یک معلم قربان ازی پیامبر میگن هر صفتی که شما برام بگیم ما یک معلم هستم ما که مکارم اخلاقی رو با پایه کمال برسانم پیامبر معلم اخلاق نوع بشر هستند هر انسانی که به هر لباس و به هر مقام و به هر قدرتی که باشه به هر مقامی که در جامعه اسلامی قرار داریم اگر بازیور اخلاق آزین نبستین اگر اخلاق ره داشتین عالم بودیم فاضل بودیم ولی بودیم رئیس جمهور بودیم امیر بودیم بزرگ بودیم رئیس خانواده بودیم به هر مقامی که بودیم اگر اخلاق نداشتین شما یاد شما باشه که شما تربیت یافته مکتب خانه اخلاقی محمد پیغمبر آخر زمان نیستید چرا چون پیامبر گفت کامود ما مکارم اخلاقی رو به پای کمال برسانم وظیفه پیامبر خلاصه به یک مسئله میشه که مکارم اخلاقی برای امت خود نهادینه بسازه ای امت بزرگوار ای پدر بزرگوار ای موسفید ای جوان ای زن خواهر برادر جوان پیر پولدار گدا هر چه هستین اگر اخلاق من بودین روح پیامبر شادمان هست شما امت پیامبر هستید به هر مقام منصب بیشتر بر شما گفتم باشید همو دستاویز شما ویزه شما و به جواز شما و شناسنامه و فراغت شما از این مکتب خانی محمدی اخلاق شما است که ای پیامبر و انک لالا علی خلق عظیم وقتی پیامبر با خلق عظیم آفریده شد این پیامبر آمده که خلق عظیم بر ما نادینه بسازه و مکارم اخلاقی با پای کمال برسانه که به این بزرگ مرد جهان آفرینش که معلم اخلاق نو بشر است اتقاف دعا رقابت سالم میتونه که سازنده باشه رقابت سالم انکشاف دهنده فکر است استعداد ما چی میکنه توسعه بر برعکس رقابت ناسالم و همچشمی ها میتونه که برای انسان چی باشه ناسالم باشه از انکشاف جلوگیری بکنه فکر توقف بده و ما رو یک دوگم و یک خموشی و رکود مواجه بسازه اینجاست که رقابت ناسالم همواره دشمن بر ما چی میکنه تولید میکنه یعنی دشمنزاست از رقابت ناسالم چیزی که زایده میشه دشمن است هر وقت ما رقابت ناسالم داشتیم برای خود دشمن تیار میکنیم متاسفانه برای بعضی ورزش ها که ما میبینیم در حالی که ورزش وسیله مندی ماست برای بعضی جاها ببینیم آنقدر رقابت ها ناسالم میشه که شما دیدیم یک انسان در اصلای خود ورزش جان خودم از دست داده به خاطر از یک کپر بگیره نه شما باید با رایت اخلاق ورزش بکنیم برای هر چیز فرهنگ از خوب است برای هر چیز اخلاق از خوب است برای هر چیز هم حد اعتدال از خوب است متاسفانه که ورزش های جهانی هم در بعض میادین نه همه در بعض میادین ما بینیم که چنان ناسالم شده که منجر به مرگ و منجر به شکستگی و منجر به تا به و یک انسان میشه به داخل میدان ورزش با جان همدیگر میپرن و در حالی که جهان تماشاگر است بعض چون اخلاق ندارن اگر اخلاق داشته باشه هیچ گاو جان همدگر نمیپرند در همه میادین نه تنها در بخش ورزش اگر رقابت سالم وارد شد شیرازه زندگی چی میکنه مکدر میسازه و انسان از راه منحرف میسازه همچشمی ها هر وقت ما همچشمی میکنیم هر وقت ما رقابت ناسالم داشته باشیم مشخص است که دشمنزا هست دشمنها رو بر خود خود ما پرورش میدیم رغبت‌های های سالم زمین سازی میکنه برای انکشاف خود جامعه برای همدیلی برای همگرایی برای همزیستی مثلا آمیز. و اینجاست که بعضی متاسفانه چنان زندگی میکنن که گویا اینها اموز زندگی به گونی تعبیر کردن که اینها به سمت منفی میرن و به سمت خود بدنامی رقابت های سالم رفیق ساز است و رقابت های ناسالم دشمن ساز اگر میخوایم بر خود رفیق داشته باشیم دوستای گرامی داشته باشیم لطفا به جامعه با رقابت سالم وارد بشیم و اگر میخوایم که بر خود هر لحظه دشمن بسازیم با رقابت های ناسالم داخل میدان بشیم که ما خسر دنیا و آخره خواهیم بود اگر ما قضا و قدر الهی و حکمت را بشناسیم رقابت ناسالم و همچشپیر با هیچ کس نمیکنیم برای ازی که ما حرکت میکنیم و برکت به دست خداوند است ما با شهپر پر و تلاش حرکت میکنیم و مشخص است که اینجا خدا خداوند با ما چی میکنه و توجه میکنه با دشمنی هم که بعد ما داشته باشیم بعد ما رقابت ناسالم نداشته باشیم رقابت سالم رو پیشه کنیم نادینه کنیم که دشمنان ما بر ما دوست باشم نه که خدای نخواست با رقابت ناسالم ما دوستان با خود چی بسازیم دشمن بسازیم ربنا ما خلق تو ازا باطلا. هر چیز در دینو خلق شده در ذات خود بد نیست این ما انسان ها هستیم که اینا بد بسازیم و با همدیگر به کشوگیر میپردازیم هرگاه ما زندگی خوده بالاتر از دیگر را مقایسه بکنیم کسانی که از ما بالاتر هستن از نظر اقتصادی اگر یک بادم پول داره که از ما پول بیشتر داره با اون مقایسه میکنیم اینج شیطان زمین سازی میکنه برای رقابت ناسالم چرا فلانی دارم من ندارم همچیشمی ها فاصله ایجاد میکنه دشمنی ایجاد میکنه منجر حتی به مرگ و به هلاکت خیلی انسان ها شده ناهنجاری های جامعه و اجتماع نوشی از چی است از خود رقابت های ناسالم است علت چیست ما با کسان رفت آمد میکنیم با کسان در تماس هستیم که از دوخت نظر اقتصادی از ما بالاتر هستند اینج یک دانشمند روانشناس میگه که ارتباطات ما و دوستی ما زیادتر با کسانی باشه که از دختر اقتصادی از ما پایینتر باشن وقتی پایینتر هستن برای ما شکران الهی دست میده اگر بالاتر بودن مدام ما کفران میکنیم و اینجاست که در نتیجه کفران جامعه هم به فساد کشانده میشه و بربریت و دهشت جای جا خود در به میگیره و انسان ها هم منحرف میشن رقابت مدی مادی ناسالم دشمن سازند و ناروا کسانی که در میدان اقتصاد و پول و سرمایه رقابت ناسالم دارند اما رقابت های سالم هر قدر پر باشه ضمن از که در میدان معنوی سازنده است رقابت سالم در میدان خود مادی و معنوی نتیجه بخش است اگر رقابت سالم بود و اگر ناسالم بود معنویت را از بین میبره مدیت رم از بین میبره به عوض آرامش و خوشی و امنیت دهشت و بربریت و کلا جنگ و جدل و بدنامی در خود جامعه بر ما برمغان دارد دی شیخ با چراغ همی گرد شهر کزدی و دد ملولم و انسانم آرزوست زین همراهان سوست عناصر دلم گریف شیر خدا و رستم دستانم آرزوست معراج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان دی شیخ با چراغ همی گرد شهر کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زین همراهان سوست عناصر دلم گریف شیر خدا و رستم دستانم آرزوست راج انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان عزیزان شنونده و بیننده در این برنامه چون پیرامون جایگاه رقابت سالم و ناسالم صحبت میکنیم باید بدانیم که کودکان ما فرزندان ما این حرف ما متوجه به مادرها و پدرهاست کودکان ما و فرزندان ما چی دختر چی پسر اینا زم نزدیک امانت های الهی هستند زم نزدیک اینا نعمت الهی هستند اینا آینده سازان کشورند اینا رهبران هستند شاگردان امروزی معارف ما فرزندان ما که در خانه اینها با ما زندگی میکنن رهبران آینده هم اینا هستند اگر در فضای خانه ما رقابت ناسالم داشته باشند، با کسی با همسایه با برادر با قوم با خش خو اینا ذهن طفله ها زیل کودکان آنقدر پاک است و پرجاذبه که هر حرکت و هر گپ ما اینا کپی میکنن اگر ما غیبتگر باشیم اگر ما رقابت ناسالم داشته باشیم اگر ما با کسی حسادت داشته باشیم اگر ما واقعا زبان بده داشته باشیم گویا که ما تدریس میکنیم برای اطفال خود و اینا کسانی هستن که بار دوش جامعه میشن اینا از ما یاد میگیرن انسان های ناسالم و عقده ای هستن که جامعه متاسفانه اینا بمبست مواجه میسازن پس بعد اطفا توجه بکنیم که در خانه پدران و مادران هر حرف خورد چنان سنجیده بگن که ای اطفال ما چون نشسته هستن و او کپی میکنن نشه خدای نخواسته با حرف ناسالم حرکت ناسالم ما اینا هم ناسالم تربیه بشن و بار دوش جامعه از منظر روانشناسی رقابت سالم انسان رو با کامل کمال میرسانه انسان کامل خود میشه و مکمل دیگران. و رقابت ناسالم انسان به سمت خاری و اقدهی سوق میده که همواره ای با رنج و درد چی هست؟ همگام هست و همراه چقدر جالب است که ما رقابت سالم داشته باشیم تا ای که زندگی جهنمی خوده به بسازیم نه که خدای نخواسته با رقابت های ناسالم زندگی به و آرام خوده ما جهنمی بسازیم که روزگار ما به تلخی بگذره و همه هم از دست ما اذیت باشن و ما هم بار دوشه جامعه باشیم بسیاری از مشکلات خانواده ها که مشاهده میشه متاسفانه نوشی از رقابت ها و هم های ناسالم هست به این معنی که اینا دشمنی ایجاد میکنه اینا رقابت دارن با قوم و خش و حتی برادرا یک خانواده با برادر خود داره یک خواهر با خواهر خود رقابت داره رقابت هم ناسالم اینجاست که اکثر مشکلاتی که در خانواده ها پیدا میشه رنج هایی که پیدا میشه تشویش هایی که پیدا میشه به قول معروف جوش زدن هایی که ما داریم زیادتر ثابت شده که ما چون رقابت ناسالم داریم با آنچه که داریم قناعت نمی کنیم ما متاسفانه به قول معروف چی می کنیم به بال دیگرا پرواز می کنیم و گوش خوده به گوشواره دیگرا به قول معروف پاره می سازیم اینجاست که تمام دشمنی ها و ناهنجاری ها محصول خود رقابت های ناسالم است بویژه در بعض خانواده هم دیده میشه ورشکسته ها بیمانه کسایی که ورشکست شدن جنجال ها قتل ها غارت ها آفت های آسمانی همه و همه نتیجه رقابت های ناسالم ما بندگان است که وقتی از ما گناه صادر میشه بر ما چی میشه؟ مصیبت وارد میشه تکرار بکنیم وقتی ما با قتل و غارت و غیبت و بدگویی و غفلت و تنبلی و تنپروری ما در دنیا چی میکنیم زندگی میکنیم و نفس میکشیم مشخص است که با این رقابت های ناسالم بر ما مصیبت های وارد میشه که شما دیدیم که چی طوفان ها و چی مثالی که به با بارگاه رب العزت به با بارگاه حضرت تواب با چکار کنیم بر بگردیم میگن که انسان باید همواره رقابت سالم داشته باشه نه رقابت ناسالم او هر شما رقابت میکنیم حداقل بعد توانمندی خودم بسنجیم که آیا ما میتونیم با کسی رقابت بکنیم یا خیر پادشاه اعلان کرد که هر کس عکس بر خوب نقاشی بکنه برزیم یک جایزه بسیار خوب میدم یک نفری که این رقابت ناسالم داشت و نو شروع کردید به نقاشی این هم عکس پادشاه نقاشی کرد و پشت سر آدرس خود نوشته کرد و به مو دبیر خانه روان کرد بعد از چند روز دو نفر سرباز آمدن و این نقاش رو بردن و به محکمه گفتن شما ضمن از جایزه نگرفتیم شما اینقدر مبلغ پول چی شدیم شما جریمه شدیم گفت چرا گفت که شما نقاش نبودیم خود هم توهین کردیم برای خودشاه با رقابت ناسالم خود شما خود نقاش معرفی کردیم عکس شار به عنوان نقاشی کردیم که اصلا به شار شباهت نداره و این نفر گفت واقعا این حرکت من ناشی از چی است از این رقابت ناسالم است که در خود توانمندی و ظرفیت نداشتم اما رفتم با کسانی رقابت کردم که اونها جایزه گرفتن و برعکس یا بالعکس به چی شدم من جریمه شدم اینجاست که بزرگان میگن که رقابت سالم با باده گردن نمیشه که انسان به اصطلاح خود نمایش بده خود بر شانه های مردم تعمیل بکنه خود بر, بر مردم نمایش بده که بله من کلان هستم با رگ گردن نه اینج داشتن توان ظرفیت اخلاص ارادت پاک دلی میتونه که به عنوان علامات و نشانه های خود چی باشه در رقابت سالم و بیشتر از هر چیز ظرفیت خوب برای یک انسان میتونه که هر انسان ظرفیت داشت استعداد داشت میتونه که بر رقابت سالم بپردازه و در این میدان موفق به در بیاید تدویر نمایشگاه ها برگزاری انتخاباتی که قبلا ما شما داشتیم اینو واقعا یک آینه بود و آینه هست برای همون محک اعتبار سنجی و اعتبار مقامات انسان ها که انسان ها چقدر واقعا میتونن اینو توانمندی دارن اینو میتونن رقابت بکنن یا خیر به این که وقتی ما نمایشگاه دایر میکنیم ما میخوایم که یک نمایشگاه آینه خود کمالات ما باشد توانمندی ما باشد وقتی در انتخابات کسایی میرفتم شرکت میکردن مشخص بود که اینها مثلا به کجا میرسیدن میگن در یکی از ولایت ها یک نفر درخواست داده بود با نان شکایت نامه خود کاندید که بود رای نبرده بود نوشته بود به عرضی خود که ای که مردم ای قریه یا ای ولسوالی بر من رای ندادن هیچ چون همه با ما قهرن خیر باشن ای که اقوام ما به من رای ندادم چون ما آدمی هستم من نظر از سالم نه برای من رای ندادم خیر باشه خانواده هم با ما مشکل دارم به شمول خانم به من رای نداد همین رای خود ما چی شد رای خود ما به کجا رفت یعنی انسانی بوده که یک رایم هم نگرفته و به اصطلاح می‌خواسته که رقابت به اصطلاح سالم بکنه در حال که نه ظرفیت نداشته توانمندی نداشته حتی میگفت خانم من بر من رای نداده اما رای خود چی شد یه یعنی مقدر آدم خود بوده و خان بوده که به خاطر هم یک رای خود خامی درخواست نوشته کرده به کمیسیون که چرا من رای بر من داده نمیشه عزیزان در جامعه که رقابت سالم باشه رقابتها ها سالم باشه همدلی و همگرایی باشه رحمت الهی نازل میشه در جامعه که رقابت ناسالم باشه اولین چیزی که خداوند از میان این قوم مردم میگیره رحمت خود است چرا چون در جایی که قهر باشه در خانواده ای که جنجال باشه در خانواده ای که حسادت باشه در خانواده ای که بدبینی باشه در خانواده ای که اعتماد نباشه در خانه که ظلم باشه در خانه که عدالت نباشه رحمت خداوند انجا رخت برمیبنده خانواده های معظم چقدر جالب است که رعایت عدالت بکنیم شما محبت بکنید که اگر محبت و اخوت و همدلی و یک بود رحمت الهی بر شما نازل میشه اگر نبود اولین چیزی که خداوند از میان خانواده برداره اگر میلیاردار باشیم رحمت است و به جایی که رحمت نبود اگر اونجا ما هرچیم داشته باشیم گویا که مفلسیم و گدا عزیزان در هر خانه در هر کوچه در هر ولایت در هر کشور و حتی در سطح جهان رقابت های سالم سیاسی اقتصادی و نظامی میتونه جامعه را به سمت تکامل برسانه اگر رقابت ها ناسالم بود منجر به بربادی و منجر به حلاکت خود افراد و خود جامعه میشه اینجاست که رقابت های ناسالم میتونه در میدان علم و هنر و علم هم چی بکنه برای ما شما خستکن باشه و با گفتیم مولانا که علم چون بر دل زند یار شود ببینین علم در حال که صفت خداوند هست اگر ما عالمیم باید به خود مغرور نشیم به علم خود باید عمل کنیم به عمل خود اخلاص داشته باشیم یعنی محک اعتبار سنجی و اعتبار دهی علم ما عمل بدان هست و اخلاص داشتن علم چون بر دل زند یار شود علم چون بر سر زند مار شود اگر علم به دل زد یار اگر علم به سر زد هوا و هوس است مار بیش نیست که هم مار بیش میزنه و هم این علم ما باعث از رفتن دیگران میشه خیلی جالب است رقابت های ناسالم یک نفر میاد با کمال جرأت ثبت میکنه که چون پدر به چهار زن داشته من چار زن, زن میکنم عزیز من این دیگه تقلید نمیشه باید با تحقیق پیش رفت. اگر تو توانمندی مادی داری اگر تو توانمندی به جسمی داری اگر تو آرامش در زندگی داری اگر شرایط بر تو آمده است ترتیبی که شریعت بر تو حق داده گور کس نمیتونه که کم بکنه یا زیاد بکنه اما روی هم رفته بعضی کار ما تقلیدی شده به گفته مردم بعض لوکی نان میگیرن و باریکی کاره از بودم پرسان کنیم که اگر تو از پدر تقلید میکنی که پدر تو چهار زن داشته باید هم تو چهار زن بکنی پدر تو خون نمازخان بود پدر تو دسترخان داشت پدر تو آدمی بود مهربان بود کمک میکرد برای مکتب و راه و غریب و بیوزن ایر تقلید نمیکنی پس مشخص است که تو باریکی و کار میگیری و لوکی و شاعر که ای انسان که تو همواره به خود مغرور هستی مدعی هستی سنت شانه و مسواک به جا آوردی او خب شانه میزنی و مسواک میزنی چرا میگی که سنت پیامبر است قربان سنت پیامبر قربان تو اما سنت شانه و مسواک به جا آوردی سنگ بستن به شکم پای ورم سنت کیست چرا پیامبر در حالی که همه بیت المال پر بود پیامبر شکمر گرسنه راه می‌رفتن سنگ می‌بستن به شکم میگفتن این مال ملت است مال مردم بیت المال و پیامبر انقدر نماز میخوانن که پاهای مبارک متورم میشد و ورم میکرد میگه که سنت شانه و مسواک چون آسان است این انجام میدی اما در بخش خود مسئله کارهای دیگر چه کار میکنی شانه خالی میکنی مصارف بیوده در تالارها در محافل خوشی و غم متاسفانه زمین سازه چی است بربادی ماست به سفرها که میریم چقدر جالب است که گاگای ما خراجی میکنیم واقعا به احتیاطی میکنیم به سفر حج بعض اوقات حج رفتن هم حال چی شده رقابت شده رقابت ناسالم ما باید هفت حج بکنم بسیار خوب است طواف کعبه رو حاجی و, و میسر شد خدا صحبت اهل دل نصیب کند انسانی که میره اگر یک بار میره پاک بره و پاک برگرده یا بهتر بگیم ناپاک اگر میره پاک برگرده و خوشبال کسانی که پاک میرن و پاک برمیگردن خوشبال انسانهایی که در قدم دوم بخین ناپاک رفتن و پاک برگشتن اما بعد به حال انسانهایی که ناپاک رفتن ناپاک برگشتن و یا خدای نخواسته پاک رفتن و ناپاک برگشتن که خیلی ما واقعا میبینیم اینجاست که رقابت های ناسالم به هیچ محفل خوشی و غم جایگاه نداره به سفر نداره به حج نداره به رانندگی 3188 زخمی و 27 کشته در سم و بهرات عزیز در حادثات ترافیکی است رقابت ناسالم است جوان بی تربیت ما جوانی که واقعا او او واقعا نمیفهمه که یک انسان چقدر پیش خدا ارزش داره وقتی ای به تمثال به داخل خود سرک و جاده موتر میدونه بیتیاتی بی میکنم موبایلم به دست از او 3188 زخمی و 27 کشته در سما سم واقعا انسان واقعا دیوانه میسازه به مسئولین با جرأت گفتیم گفتیم به روز هشت شما چی پاسخ پیشگاه خدا داریم چند روز قبل معفلی بود ما واقعا هم بزرگان نشسته بودم گفتم که به پیش خدا چی پاسخ دارن نسبت به ای که در این شهر در بی بندواریز که واقعا مردم داخل بازارها رفت آمد کرده نمیتونن اینجاست که حضرت بیدل بفرماین هرس قانی نیست بیدل ورنه اسباب معاش آنچه ما در کار داریم اکثری در کار نیست چقدر جالب است که بیایم رقابت های سالم که عبارت از طاعت است و عبادت است و خدمت به خلق الله است و تحصیل علم است و ادب و اخلاق و سخاوتمندی و دوری از ریا و خودنمایی اینها رقابت های سالم است و بیایم در میدان معنویت طاعت و خدمت خداوند و ادب و اخلاقی که ما داریم رقابت سالم داشته باشیم بیایم که در میدان مدیت هم رقابت ناسالم ما نداشته باشیم چرا که رقابت ناسالم در میدان مدیت همچشمی و دشمنی کلا چی میکنه؟ اور ترویج میکنه و برای همگان او مزر تمام میکنه بیایم که تحمل و قدرت و تبارز و عزت دیگران داشته باشه اگر کسان خداوند عزیز کرده ما اون رو ذلیل کرده نمیتونیم و اگر کسانی که ذلیل بارگاه خدا بودن ما تو اصلا اون رو نمیتونیم چیکار بکنیم اون رو ما عزیز بسازیم چرا و تو عز و منتشا و تو ذل منتشا عزت بندگان در دست خدا ذلت خداوند خدا هم خدا، بندگان خدا هم در دست خدا خداوند است یعنی خداوند میتونه عزیز باشه و خداوند میتونه که خار باشه به با امید ازی که رقابت های سالم ما جای خدا در جامعه پیدا بکنه جای خود رقابت های ناسالم رو بگیره ما رقابت سالم داشته باشیم با امید که ما بردگرا هم تحمل داشته باشیم اگر عزت دارن پولی دارن سرمایه دارن با امید که در داخل خانواده با اخلاق عدالت با اخلاق مهرورزی و شفقت زندگی بکنیم و هر روز ما بهتر از دیروز باشه و فردا ما هم بهتر از امروز که در دنیا سربلند بگردیم با رقابت سالم با پیشرفت و توسعه و در روز هشتم از جمله خود نجات یافتگان باشیم به با همچه امید و السلام علیکم و رحمت الله و برکات دی شیخ با چراغ همی گرد شهر کز دی و دد ملولم و انسانم آرزوست زین همراهان سوست عناصر دلم گرفت، شیر خدا و رستم دستانم آرزوست انسان نهایی ترین هدف نظام تعلیمی و تربیتی اسلام عزیز در این است تا انسان با اخلاق تقدیم جامعه کامل و هدفمند انسانی گردد برنامه پیرامون شناخت جایگاه و مقام انسان